با سلام درود احترام خدمت هموطنانم، من قرار دو سه روز ویدیو ندم، اما دیدم که نمیشه در مقابل بعضی ها سکوت کرد. البته فرقی هم زیاد نمی‌کنه ملت، چون مردم قطعا راهشون رو پیدا کردن، دنیا میدونه، لیدرشون رو پیدا کردند. اما مشکل من حالا با اون اپوزیسیونی که خارج کشور خود فروخته نیست، مشکل من با شخصی به نام آقای مانک خدابخشیانه. من چه توی چند روز ویدیوهاشون نگاه کردم و بعد دیدم که ایشون یک حرفی زد در رابطه شاهزاده که خیلی دل من درد آورد. از یک آدمی با این سن سال، با این تجربه، این حرف گفتن خیلی بعیده. و بعد دیدم که این مشکل خود ایشون هست. من احترام زیاد به شما قائلم. من آدمی نیستم که سوابق شما رو فراموش کنم. اما الان ملاک وضع موجود هست. خیلی حرف زدید این روزا. وقتی زیادم حرف میزنه، خب از توش حرفم در میاد. اما یه جمله فرمودید که واقعا باعث تأسفه که از یک آدم این شما این حرف در بیاد که شاهزاده با خودشون نمیدونن چند هستند. واقعا نمیدونید اینو. و یه چیز جالب به تو میگم دوستان، 99% اپوزیسیون خارج از کشور کلیپ هم دیگر گوش نمی کنند، حرف هم دیگر گوش نمی کنند، حرف شاهزاده هم گوش نمی کنند. دو تا کلمه رو میگیرن، یه نفر سی مینویسه، از رو همون میان کپی کاری میکنه، رد میکنن میره. به جرأت بهتون میگم گوش نمی کنند، وگرنه این حرف رو نمی زدند. آیا خدا بخشن شما با خودتون چند هستید؟ شما که بیدید حرف رو می زنید، آیا صحبت شازده رو گوش کردید؟ بعد شما بیایید مردم از تجزیه می ترسید و یه تر 70-80 ساله تو ذهن بوده جرقه می زنه و پاکستانی ها اومده این حرف بعد به شما حمله میکنن، بعد میپرسن چه کار کنیم. مراقب باشید. تموم شد. این پاسخه. حالا کی با خودش چنده؟ واقعا کی با خودش چنده؟ این حرفی که شما زدید رو من به جور دیگه شو 2 ساله دارم میگم. اون خائنین بلفطره و اون خائنینی که خود فروخته هستن، اون خائنینی که دستشون به خون جنایت آلوده است، اون خائنینی که اموال مردم بردن، خائن آدم فروش، حرف تجزیه رو میزنن، حرف رو بزرگ میکنند. و اون هم که از شما تعریف میکنن یا 4 نفر 10 نفر میشه بیرون میپرن، اونا دقیقا بسیجی ها و اون حکومتی هستن که میخوان این آتش شما رو تون کنن و این حرف رو بزنند. شاهزاده عزیزمون در طول این سالهای سال اگه شما صحبتشون گوش کرده باشید، کتابشون رو مطالعه کرده باشید، مصاحبهاشون دیده باشید که ندیدید، یک تیکش گوش کردید رفتید، چون خود اهل کل میدونید، نه که شما، همه شما، همه اپوزیسیون خارج کشور، بارها گفتن من برای آینده خودم در کشور کاری تعریف نکردم. من وظیفه‌ای دارم، میام تا زمانی که به رفراندوم برسه، مجلس مؤسسان تشکیل بشه، قانونگذاری بشه. حالا به خاطر تو گوش شما فرو بشه، البته تو شما گوش اینا نگاه نمی کنید. یک از خانمای مجری یه روز به من زنگ زد که آره، گفتن شما چیز کنید تو کلیپتون بفرستید، من کلیپاتون رو ببینم که اگه شد تو برنامه دعوت کنم. من کلیپون 3 دقیقه و نیمه چیز فرستادم، 100 گرم در 1 کلام داستان دو زن شوهر بچه و دختر خانم عاشق رو فرستادم براش. بعد 2 دقیقه زنگ زد که آقای محمدی چیه فرسته قصه همه بردن. گفتم میدونی مشکلی کجاست؟ گفتم تا آخرش گوش نکردی. اینقدر عجله میکنی، 3 دقیقه و نیمه آخرش گوش نکردی. بعد بله ببخشید، گفتم من با شما کار نمیکنم. شما دنبال چی هستید؟ اگه دنبال برنامه خوب هستید تو باید گوش میکردی، ولی اگه میخوای برنامه پر کنی و سفسطه و مغلطه بکنی و بگی فلانی، من نیستم دوست هست. آقای خدا بخشیم بارها شازین فرمودن برای خودش کار طرف نکردن. از زمانی که این حرف رو زدند، خیلی ها دوروری ایشون، خیلی از اونایی که اونور فوش و بالا پایین میکنن، خش از دستشون افتاد.
گفت وقتی شاهزاده برای خودش کاری تعریف نکنه پس ماها چه کار هستیم؟ شاهزاده اینا رو میدونست. اگر در این مدت آمده ادب و فسون در آوردید و ژست گرفتید و اینها، اونها رو میفهم. از همه این محاضر انگتر رو باهوش داره. من حالا نقل قول میکنم مستقیم از خودش، به خود من گفتن، به من گفتن محمدی من تا زمانی که بیام این کارو به اونجا برسونم که مملکت آزاد بشه، بعد انتخابات برگزار بشه، مردم خوب گوش کنید، کلی پوکتون فرو کنید، تو گوشه کرتون فرو کنید، مردم برای بنده یک کاری تعریف کنند. شما از این آدم دموکراتر، فهیمتر، باهوشتر، قانونمدارتر سراغ دارید؟ اون ماییم که مشکل داریم. حالا که شاهزاده این حرف رو زدند، فرمودن این حرف رو، همه خش از دست رفته. اونه که دوربرش رو میچرخیدن، میرفتن، میومدن، آقا شما فلان، آقا شما پشمدن، حالا همه خش از دست افتاده که چیزی کاری براشون تعریف. باید بیاد اون دوران بگذاره، مردم تعریف کنه. میدونید چرا شاهزاده از این حرف رو زدن؟ میدونید؟ نمیدونید. قسم میخورم که نمیدونید. چون ایشون میدونن که اپوزیسیون شما نیستید. اپوزیسیون خود ملت ایرانن، اپوزیسیون حکومت هستند. شما اکثر موضوع حکومت هستید. چه خواسته چه نخواسته در خط اون حرکت میکنید. اپوزیسیون داخل زندان ها هستند. اپوزیسیون در زندان بزرگ ایران هستند. مردم ایران اپوزیسیون هستند. باید اونها خودشون تصمیم بگیرن. شما 40 سال زدید و بالا کردید، پایین کردید، هزار رقم نقش بازی کردید، جای دوستاشوانشون دادید، به هیچ جا نرسیدید. به هیچ جا. من هم که بی راحتی صحبت میکنم با شما، بدون استرس صحبت میکنم، میام حرفا رو میزنم، من خودم میدونم، توان خودم میدونم، هیچی از خودم تعریف نکردم. بارها بارها گفتم اینجا، برای آخرین بار دارم میگم، اگه منم شغلی برای خودم تعریف میکردم، منافعی داشتم، آقا کی، آقا بابا سرت به سر شامون آفر، نخی حرفا نیست، بی نیاز تر از حرف هستم. خوب زندگی کردم، واقعا شاهانه زندگی کردم، الان زندگی میکنم، در این تنگ دستی، در عشق و مستی، توجه کردی؟ خوب زندگی کردم، هرسی چیز نداشتم، همه رقم بالا پایین دیدم. یه باری که از این بر بچه های نیروهای داخلی به من گفتش، خلاصه منقری بسایی فهمون که اگه پول میخوا بهت بدیم، گفتم من قیمتم الان 10 میلیارد دلاره. اونم برای برنامه‌ریزی حکومت و کمک به اشتغال جووناست. گفتم من چش دلم سیره. میدونی چرا گفتم؟ گفتم من زمانی که 16 سالم بوده دفتر پیمانکاری داشتم، چون سنم به شرکت نمی‌رسید. اون موقع حقوق یک معلم بین 1000 تا 1500 گاهن هم 800 تومان بوده. درست گفتم؟ گفتم من الان آدماش هستن، غیر از حساب دارم خودم، ولی همون که با من کار میکردن هستن. من صبح به صبح میادم بودم همین جان، درآمد روزی قبل اون چی بوده؟ همه کارا رو میکردیم، کار خوردی، همه کار فنی منی میکردیم، کار میکردیم. روزی نشده که ما از 2000 تومن درآمد خالصون کمتر باشه. خرج در رفته و هزینه پرسنل داده، هزینه دفتر داده، آب بر داده، 2000 تا 2100 تومن درآمد بود. پچش درم سیره. خوب سوار شدم، خوب پوشیدم، خوب دنیا رو گشتم، خوبم خوردم. پول دیده هستم، رقم دیده هستم، چشم دارم سیره، خدا رو شکر میکنم. همیشه هم همینطور بوده. میدونی چرا؟ چون از بچگی کارم این بوده. دعوتم میکردن جایی رو میرفتیم، یه جای مهمونی چیزی بود، مراسمی بود، من همیشه جلو جام، جلو در اتاق بوده، همیشه یه خدا قضا رد میکردم، قضا رد میکردم. اینو گوش کنید، اگر شکمم گرسنه بوده همیشه خود تو غذا دستم بوده، خصلت منه، حالا تربیت مادر است، هرچی از من نمیدونم، همیشه تو غذا دستم بوده، الانم همینطوره. پس شما به خودتون چند چند هستید. شاهزاده به خودش تعریف نکردن. وقتی برای خودشون تعریف نکنن، برای فامیل دور و بر، دوست، رفیق، برای هیچکس تعریف نمیکنن، یعنی مردم تعریف کنن. چون مردم 40 سال زجر و بدبختی و فراغت کشیدن، ناامیدی کشیدند، ترس کشیدند، زنگی در خونه خود تبدنش لرزیده، تلفن زنگ خود تبدنش لرزیده، شما اینا رو نمیفهمید، 100 سال دیگه هم نمیفهمید.
هزار تا لقب استاد و پروفسور و فلان و فلان بدن، نمیفهمید، لمس نکردید، لمس نکردید، عقلتون به حرفا نمیرسه. چهار تا خبرگاه باشد بادتون باید زرفید، یک ده دو سه ماه بالا میایید، جفگیر میشید، ولی حالا میفهمید توی کشور جایگاه پایگاهی ندارید. میرن حرفای شازده رو پیدا میکنه، شازده ازم برای شما میره صحبت میکنه، ای بابا پس ما این همه تلاش کرده خودت کردی، کسی از تو نخواسته، کسی از من نخواسته. پس بیا عذرخواهی کن. من اینو به خیلی ها گفتم، به شما دارم میگم، از شاهزاده، از ملت ایران، ملت پدر شما رو در میارن. هر که علیه شاهزاده حرف بزنه جیگرش رو در میارن، صفحش میره، روزگارش سیاه میکنن، حرفای رو براش مینویسن که اصلا واقعا چی بهتون بگم، من خوشم نمیاد از این حرفا، برای مینویسن براتون. این عقده ای درونش، این ناراحتیشونه. شاهزاده خیلی قشنگ میدونه، خیلی راحت میدونه، بالغ بر 90% 100% رأی داره، اما فعلا دوباره حرفا نیست. این شما هنوز برای خود جار رخت خواب پن نکرسته، سبشتون رو باید نذاشته. گفت که محمدی مردم یک کار واسه من تعریف کنن، این میشه جمهوری. مرد جمهوری مردم، یعنی مردم سالاری، یعنی مردم هر چی بگن همونه، نه من میگم، نه سابقه پدر و پدر بزرگم بگه، هر چی مردم بگه همونه. اینا رو یاد بگیرید، یاد بگیرید چقدر بخواید از بزرگتر میخواید بشید. یه عده‌ام که آمدن و از شاهزاده دفاع کردن و فلان کردن، بعد تا فهمیدن این حرفا رو فهمیدن، آقا اینجوری ما خودمون، من امیرم، من سردارم، من رهبرم، من فرمانده هستم، من فلان، جمع کنید کاسه کوزتو. مردونه که تا آخر کار پاش وایسته، پای حرفش وایسته، نه که وقتی منافش به هم ریخت همه چی رو به هم بریزه. صد من گوش شکار به یک چوس تازی نمیارزد. برید خودتون اصلاح کنید. دکه شما تمام اپوزیسیون خارج کشور، حالا فهمید اپوزیسیون داخل کشوره، فهمید مردم اپوزیسیون نسبت به دولت، روزگار دولت سیاه کردن، به خاک سیاه نشوندنش. حالا این روزا هر بازی در مردم رو بازش نمیشن، ماشین گرون میکنه وارد بازی نمیشن، دلاری کار وارد بازی نمیشن، دیگه دولت نداره، توان نداره. اما راجع به حرفی که شما گفتید، اون کولی ها، اون گرسنه ها، اون بی سواد ها، اون در به در ها، اون کارتون خوابای پاکستان، شعورش از تک تک اپوزیسیون خارج کشور بیشتره، مال افغانستان بیشتره، مال عراق هم بیشتره. من بارها گفتم ایران آزاد و آباد بشه، تمام این کشورهای دوربر میگن آقا ما یک زمانی پسرخاله‌ام و دخترخاله شما زیر یک آسمون لباسشون خوش میکردند، برمیگردند. الان ناآماده کردن خودشون تو کشور ایران، بیا ایران که آزاد آباد شد، بیان شناسنامه ایرانی بگیرن، بیان اینجا پناه بیارن. پاکستان اند فقر و بدبختی و فلاکته، افغانستان بدتر از اون، عراق از همشون بدتر. وقت شما میگین آمدن تجزیه بکنند، اون آمدن شکمش اونجا سیر بکنند، شاخکاشون میزنه، شاخکاشون میزنه که اتفاق به زودی میفته. پس میگن ما اینجا باشیم، از اتفاقاتی که میفته، از اون چیز خوبی که میاد، ما هم بهره ببریم. اینو گفتم تو کلی پوکتون فرو کنید، به تک تکتون میگم، دیگه حرفو مفتو نزنید. هر کس از تجزیه حرف بزنه، هر کس این مردم بترسونه، چه بخواد چه نخواد، مزدوره، بی شرفه. مردم دیگه نیازی به حرف ندارن، مردم چشکوش از حرفا پره. فهمیدید؟ دیگه از این بعد دو سه بار فکر کنید، یک بار حرف بزنید. من به روبه خودم اگه توهین میکنم، توهینی کردم، عذرخواهی میکنم، اما دلیل نیست که بگم راه شما درسته، خطاست، 100% خطاست، چون بیراهی دارید میرید. ولی مردم دیدید چیکار کردن در 24 ساعت. اون هم که از شما تمجید میکنن، کسایی هستن که بسیجی هستن، اینا کارشون همینه، توجه کردی؟ کارشون بچه اعتراض میگن ما دو تا اکتر دیوار به هم دعوا میندازیم، ولی شما مفت باختید. اپوزیسیون داخل کشوره، شاهزاده امیدش به اوناست، و بعد شما چه میدونی شاهزاده چقدر در روزانه کار میکنن؟ چون جواب شما ها رو نمیدن، شاهزاده حالا دیگه چیز نیست. نه خیلی دوست عزیز، مرتب داخل کشور در ارتباط هستن، میگم دوست عزیز، مخاطبم تمام اپوزیسیون خارج کشور است، چون 98-9% شما خودتون فروختید،
قیمتاتون بالا پایین داشته، ولی فروختید خودتون رو. به شما میدن که حرفا رو بزنید یا بازیتون دارن حرفا رو بزنید و هر نحوی از خود شما حرفا زدید. پس یک آدمی که بازی اینجوری بخوره، پس تو مملکت با چقدر بشم من و شما دوست از عمرمون کردیم بتونید در حد یک مشاوره در با چهار تا جوان و چهار تا آدم تجربیات داشته قرار بشه کار کردیم، ولی نه این حرف نامی بزن چون مردم دیگه اهمیت نمیدن. مردم دیگه تمام ترسیدنش از بیمه بلا بود، اکنون چه ترسند که در عین بلایند. چی میگی شما و شماها؟ این هجوم آوردن فقیر فقرا پاکستان دور و بر مرزی ها جمع شدن، عراقی ها دارن میان، دوست عزیز اینا شاخکاشون زده، چه اتفاق داره میفته؟ حسشون میگه داره مملکت چی میشه؟ و از این و از همین ها هم از کسایی خواهم بود که رحمی حکومتی ها نخواهند کرد، هیچ رقم رحمی نمی کنند. هرچند ملت ایران نیاز به اینا کمک نداره، ولی نخواهم خودشون قاطی بکنه، اینو خودتی آشمت زمین هم هستی. پس اینو داشته باشین دیگه، از یعفر لطفا از تو بزنید چوبشو میخورید. خب دوستان، همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، قیمت ارز میکشه بالا، خودشون ارز ندارن نمیتونن وارد بکنن و چین هم تبعات تحریم آمریکا رو میفهمه. روسیه که خودش الان کلی مشکلات داره و مرتب پولش رو سقوط میکنه، بورس ایران تقریبا عملا نابود هست با توجه به این مسائل، تولید کاملا داره میخوابه، کاملا داره میخوابه و چون نمیتونن ارز بدن بگیرن، ارز تهیه کنن برن مواد اولیه بیارن، باز ارز میگیرن، مشکلات دیگه دارن و این روند همینجوری ادامه داره و دلار تا مرز 20000 تومان میره، باز دوباره استاپ میکنه، باز دوباره میره بالاتر و این شک درش نکنید. و خیالتون راحت کنم، حکومت سراشیبی سقوط رو به سرعت داره طی میکنه تو خودشون، این ور اون ور مشکلات مسئله اینا همه چی تیه هیئت های راه انداختن. خیلی جالبه به سرکردگی اون رحمار جنگی رو که در تمام هیئت ها بریم این دعایی که میدیم، دعای تلسم رو توی این نظری ها بخونید بدید مردم. مردم آگاه شدند، مردم هوشیار شدند، مردم دیگه از این سا نمی ترسند، این اثرشون نمی کنه. توجه کردید؟ وقت تلف نکنید. خب دوستان، من خدمتتون هستم، صحبت زیاد دارم ولی پاسیفت 18 دقیقه شده، چون تو با توی واتساپ بذارم بالا 18 دقیقه متأسفانه جواب نمیده، با دوتاش بکنم. و یک مصاحبه داشتم، صحبت داشتم با آقای کربلایی راجع به خامنه ای و امثال هم که بد نیست، به خصوص که چرا اینقدر خامنه ای از احمد جاد میترسه، که قبلا دو سه بار گفتم، باز امشب صحبت کردم. ایام به کام روزگارتون خوش، میدونم دیگه گوشتون مقرر نیست، خودتون همه چی خودتون هستید، لیدر خودتون هستید، رهبر خودتون هستید، رهبرتون هم میشناسید، لیدرتون هم میشناسید، شاهزادم تک و تنهاست با این همه آدمای دور بر حجمه میبرند، اما ایشون روی این تن شدن توی مسائل، تجربه شو دارن، میخندن و خوشحالم از این بابت، خوشحالم از این بابت، ملت هم باید خوشحال باشن که هستند. محکم پشت سر شما شاهزاده حرکت میکنه، کاراشو میکنه و به زودی زیاد اتفاقات باید بیفته. ایام بکام روزگارتون خوش.